درود بر شما و شب و روزتون بخیر. فورد در آستانه نمایشگاه خودروی دیترویت نسل جدید از مدل اکسپلورر رو رونمایی کرد. اکسپلورر یکی از محبوب ترین شاسی بلندها در بازار آمریکا است. از اوایل دهه 90 میلادی که اولین سری از اکسپلورر به بازار آمد تا کنون نزدیک به 8 میلیون دستگاه از این شاسی بلند فروخته شده است. ششمین نسل از اکسپلورر در حالی به بازار میاد که فورد تولید مدل‌های سدن رو متوقف کرده و تصمیم گرفته تنها بر ساخت ماشین‌های شاسی بلند تمرکز کنه. استراتژی جدید به اهمیت اکسپلورر افزوده و اونو به یکی از مهمترین تولیدات فورد تبدیل کرده است. ویلیام کلی فورد جونیور، رئیس هیئت مدیره فورد، در مراسم رونمایی از نسل ششم اکسپلورر گفت: اکسپلورر جدید با این هدف تولید شده که امکاناتی بهتر از رنج روور رو در اختیار راننده قرار بده، اما قیمتش به گرانی اون نباشه. با اینکه چراغ‌ها و جلو پنجره جدیدی برای اکسپلورر طراحی شده، اما در نگاه اول ظاهر نسل جدید تفاوت چندانی با نسل قبلی نداره. این ماشین برخلاف گذشته دیفرنسیال عقبه، اما میشه اونو با دو دیفرنسیال هم سفارش داد. فورد میگه قابلیت‌های خارج از جاده اکسپلورر مخصوصاً در مدل‌های دو دیفرنسیال بسیار بهتر از قبل شده است. فورد با این اکسپلورر نسل جدیدی از سیستم پارک خودکار رو هم معرفی کرد. برخلاف گذشته که رانندگان برای پارک خودکار باید گاز و ترمز رو کنترل می‌کردن، در سیستم جدید ماشین کنترل کامل پارک کردن رو در اختیار داره و نیازی به راننده نیست. اکسپلورر جدید علاوه بر موتورهای 4 و 6 سیلندر، برای اولین بار با قوای محرکه هیبریدی هم عرضه خواهد شد. نسل جدید فورد اکسپلورر از تابستان آینده به بازار خواهد آمد. رقیبان این ماشین در بازار آمریکا تویوتای هایلندر و شورولت تراورس خواهد بود. قیمت پایه این ماشین حدود 30,000 دلاره. ولی اگر بخواید تمام امکانات لوکس رو برای سفارش بدید، قیمت اکسپلوررتون به 60,000 دلار خواهد رسید.